بر اساس اطلاعات موجود در ثبت احوال در 9 ماهه سال 1402 تعداد 321793 رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد 313817 رویداد فوت ثبت شده 2.5% افزایش را نشان می‌دهد. با هم گزارش همکارم علی اکبری را ببینیم. بنابر گزارش سازمان ثبت احوال کشور، از تعداد فوت‌های ثبت شده در 9 ماهه سال 1402 56.4% مرد و 43.6% زن بودند. به گزارش مرکز رصد جمعیت کشور، سازمان ثبت احوال کشور بر اساس اطلاعات موجود در ثبت احوال در 9 ماهه امسال مردان 56.4% و زنان 43.6% از ثبت فوت‌ها را به خود اختصاص دادند که این میزان در مدت مشابه سال قبل برابر 56.9% برای مردان و 43.1% برای زنان بوده است. گفتنی است آمارهای ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در مقابل هر 129 مرد فوت شده 100 زن فوت شدند. همچنین در مقایسه 9 ماه امسال با مدت مشابه سال قبل ثبت فوت مردان 0.5% افزایش و زنان 0.5% کاهش داشته است. بر اساس این گزارش در 9 ماه سال 1402 تعداد 321793 رویداد فوت به ثبت رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل با تعداد 313817 رویداد فوت ثبت شده 2.5% افزایش را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران نیز پیشتر در گزارشی اعلام کرده بود که 47% ایرانیان با مرگ‌های زودرس و بیش از 22% ایرانیان با مرگ‌های خیلی زودرس فوت می‌کنند. مواردی مانند فقر، فقدان خدمات درمانی مناسب و آلودگی هوا از دلایل افزایش میزان مرگ و میر به شمار می روند. مقام های حاکمیتی ایران به شکلی سازمان یافته از ارائه جزئیات آماری مربوط به دلایل مرگ و میر ایرانیان خودداری می کنند. با این حال گزارش ها نشان می دهند که مواردی مانند فقر، فقدان خدمات درمانی مناسب و آلودگی هوا از دلایل افزایش میزان مرگ و میر به شمار می روند. گزارش های وزارت بهداشت گویای این واقعیت است که بیماری های قلبی عروقی مهمترین عامل مرگ و میر ایرانیانند، به طوری که سالیانه جان حدود 140,000 نفر را می گیرند و هزاران نفر را زمین گیر می کنند. بیماری های قلبی عروقی به طور مستقیم با آلودگی هوا و تغذیه مناسب ارتباط دارند. نگاهی به این آمار و ارقام آشکار می کند که شمار مرگ و میرهای مرتبط با آلودگی هوا در سالهای اخیر همزمان با افزایش میزان استفاده از سوخت مازوت و غلظت آلایندگی های هوا سیر صعودی داشته است. به عنوان مثال در تهران آلودگی هوا در برخی مناطق و ایستگاه ها نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود 6-7% بیشتر شده است. این مسئله می تواند به طور مستقیم با افزایش شمار مرگ و میر ایرانیان در سال جاری ارتباط داشته باشد. به این موارد باید فقدان دسترسی به خدمات درمانی مناسب را نیز اضافه کرد. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و اجرای طرح موسوم به دارویار، عرض ترجیحی دارو حذف و هزینه دارو و درمان به طور سرسام‌آوری افزایش یافت. از سوی دیگر وزارت بهداشت با ادعای حمایت از تولید داخلی از واردات داروهای مورد نیاز بیماران جلوگیری کرد. در نتیجه این وضعیت روند درمان شمار زیادی از بیماران مختل شد، به طوری که برخی بیماران قشر کم درآمد جامعه به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه های درمانی روند درمانشان را متوقف کردند و به خود درمانی روی آوردند.
گزارش مرکز آمار از هزینه‌های درمان خانوارهای ایران در سال 1401 حاکی از آن است که در نتیجه عملکرد دولت‌های ایران پس از سال 1357 درمان هم در ایران به یک کالا تبدیل شده است، به طوری که خانوارهای مرفه برای درمانشان هزینه می‌کنند ولی سلامتی اعضای خانواده‌های کم درآمد در معرض خطر فزاینده قرار می‌گیرد. علی اکبری، اخبار شیعه. برای بررسی بیشتر جزئیات این خبر همراه میشیم با دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان شهرستان نکاح که از مازندران به ما پیوسته. سلام، وقتتون بخیر. جناب دکتر، به نظر شما دلایل افزایش مرگ و میر در ایران ناشی از چه عواملی است؟ با یاد و نام خداوند باری تعالی، عرض سلام احترام خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون. گزارش بسیار خوب و مبسوطی رو ارائه کردین که در تکمیل اون برای دلایل افزایش مرگ میر در ایران باید عرض کنم اولا اینکه مشابه تمام جوامع روبرشت دنیا، رشد جمعیت مطلوب و اپتیموم در ایران دستخوش تغییراتی شده. همونطوری که میدونیم جمعیت ایران رو به پیر شدنه و پیری هم ملازم مرگ و میره. از طرفی امید به زندگی ارتباط بسیار تنگاتنگی با تمکن مالی داره و این روزها مشکل اصلی قاطبه ایرانی ها مشکل مالیه. مشکل مالی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با عدم تغذیه مناسب و همچنین عدم برخورداری از خدمات مناسب بهداشتی درمانی رو متعاقب اون باعث میشه. وقتی سرانه مصرف سالانه گوشت قرمز به مرز فاجعه آمیز 4 الی 5 کیلو در سال میرسه، چیزی که جز فاجعه آمیز ترین در دنیا، حتی از افغانستان و فلسطین هم پایین تره. و از طرفی دلیل سوم آخرین که با پدیده عجیبی در ایران اخیراً مواجهیم، اون افزایش محسوس سادندد یا همون مرگ ناگهانیه که در قشر میان سال خصوصا 45 تا 59 سال در ایران دیده میشه، که فشار سنگین مالی به همراه استرس روحی روانی عامل اون هست. در خدمتم. بله، مشکلات اقتصادی و درمانی و بهداشتی تا چه حد در افزایش این آمار تاثیر داره؟ تاثیر اصلی رو در افزایش مرگ و میر همین مسئله داره. وقتی دریافت پروتئین در بدن به مقدار فاجعه‌آمیزی کم بشه، یعنی آمینو اسیدهای لازم جهت ساخت گلولای سفید بدن که سیستم دفاعی بدن رو تشکیل میدن، وقتی این دچار اختلال بشه، عامل پاتوژن یا بیماری زا به راحتی بدن رو دستخوش حملات خودش قرار میده و به دنبال اون مرگ زودرس رو در جاهای مختلف بدن باعث میشه. از طرفی وقتی اوضاع اقتصادی رو به خامت میره، جامعه افسرده میشه و استرس و فشار، شاهد این هستیم که سکته های قلبی مغزی، یعنی همون استروک های مغزی و قلبی، به صورت فاجعه باری بالا میره. بله. اقتصاد رو خامت به صورت محسوسی دریافت خدمات بشه درمانی رو هم در قشر کم درآمد جامعه باعث میشه، که اون هم باعث بالا رفتن مرگ میر در این قشر عموما میشه. در خدمت. بله جناب دکتر، چه توصیه هایی میتوان برای جلوگیری از افزایش مرگ و میر به دستگاه های دولتی و مردم داشت؟ همونطوری که در گزارشتون اومده و بنده عرض کردم، مسئله بحث اقتصاده و دلیل اصلی در این مشکلاتی که گفتیم ناشی از اینجا میشه. برای همین لازمه که سیاسیون جامعه فکر به حال این موضوع کنن و اقتصاد که ریشه در مشکلات اقتصادی، معضلات اقتصادی جامعه که ریشه در سیاست داره، سیاسیون دست به کار بشن، سیاست ها رو بایستی تغییراتی بدن و به جریان عادی اقتصاد دنیا برگردن، ایران از انزوا در بیاد و به تبع اون اقتصاد جامعه ایرانی هم به شکوفایی برسه. از طرفی پویایی جامعه ایران بالا بره و این باعث میشه امید به زندگی در همه بهتر بشه و اون هم ارتباط تنگاتنگ داره به فرایند و سازوکار دموکراتیک در جامعه، این که به سمت سوی بریم که گزینش‌های عادلانه ای باشه و عدالت در اون به نحو محسوسی دیده بشه و هر کسی از ایرانی
این احساس رو داشته باشی که در فرایند تصمیم گیری نقش داره و این خود باعث شادابی همه میشه. از طرفی هم مسئله زیست محیطی رو ما که از اولویت خارج این که تمام هزینه ها رو این بلند پروازی های ایران در منطقه داره میبلعه رو سمت سوش رو بدیم به محیط زیست و ارتقای مسائل زیست محیطی کشور، و از طرفی کشور جدی گرفته اخیراً طرح جوانی جمعیت رو که این البته طرح خوبیه، از بهار امسال شروع شده، طرح که هزینه مالی و مدیریتی بالایی رو دارن براش میکنن، تنها طرحی که عملا داری میشه، البته کافی نیستش ولی خوب لازمه. در خاتمه اون چیزی که مسلمه مشکل نیستش که آدم رو از بین میبره، واکنش آدم نسبت به مشکله. من توصیه میکنم به ملت عزیز ایران که مشکلات رو خواهی نخواهی کمتر جدی بگیرن تا کمتر در معرض آسیب اون باشن. متشکرم از وقتی که به بنده دادیم. ممنونم از شما. دکتر عباس علی غلامی، پزشک و کارشناس دارو و درمان شهرستان نکا از مازندران.